نامه پولس رسول به کلیساهای استان قلاتیه فصل اول از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آور بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زندگردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای قلاتی درود میفرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان ایسا که جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند خدا را تا به ابد جلال باد آمین من از این تعجب میکنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی میکنید در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد اما ادعی هستند که میخواهند شما را مسترب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند حتی اگر ما یا فرشه ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد شنان که قبلا گفتم باز هم تکرار می کنم. هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد بر او لعنت باد آیا این سخن میرساند که من رضایت آدمیان را میخواهم خیر من فقط رضایت خدا را میخواهم و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است اگر تا کنون قصدم این بود خادم مسیح نمی بودم. ای برادران می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخ بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار میرسانیدم و در نابود ساختن آن میکوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت میگرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنان که قبل از من رسول بودند بروم، فورا به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت پانزده روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعدن به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصا نمی فقط می شنیدن که آن کسی که به ما آزار می اکنون همان ایمانی را بشارت شارت می دهد که زمانی میکوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس میگفتند. فصل دوم باز چارده سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است. و آن ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام میدهم بیهوده باشد و با وجود اینکه تیتوس هم سفر من یونانی بود او را مجبور نکردند که مختون گردد اگرچه دی که وانمود میکردند برادران دینی ما هستند میخواستند او را ختنه کنند اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوسها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند و آنانی که ظاهرا افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمیگیرد بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا معمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم اما وقتی پتروس به انتاکی آمد روبرو با او مخالفت کردم زیرا کاملا مقصر بود از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب او با غیر یهودیان غذا می‌خورد اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمیخواست با غیر یهودیان غذا بخورد مبادا اهل ختنه را برنجاند و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دروی آنها قرار گرفت اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم اگر تو با اینکه یهودی هستیم، مانند غیر یهودیان زندگی می کنی و نمانند یهودیان، چطور می توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت می شود، در یابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچرا که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم. زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم من با مسیح مصلوب شدم به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد مرگ مسیح بیهوده بود. فصل سوم ای قلاتیان نادان مرگ ایسای مسیح با چنان روشنی بیان شد که گوی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید؟ یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن با آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون میخواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما میبخشد و در میان شما معجزه ها می کند این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می انجام می دهد و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را میدید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت ها برکت خواهند یافت بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند زیرا کلام خدا میفرماید هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جان نیاورد ملعون است اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود. زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شریعت آزاد کرد زیرا کتاب مقدس می‌فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم ای برادران می خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم هیچ کس نمی تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد باری وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمیگوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می کند. مقصود من این است شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بس فسق نماید به طوری که وعده خدا را باطل سازد زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه ای باشد وجود طرفین مسلم است. اما وعده تنها یک طرف دارد یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا تناقص دارد؟ ابدا زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود البته که مطلق نیز به وسیله شریعت میسر میشد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. فصل چهارم مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است اگرچه مالک همه دارای پدر خود باشد با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم. اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودن فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر ای پدر پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته بلند این که خدای حقیقی را نشناخته بودید خدایانی را که وجود حقیقی نداشتن بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید بهتر بگویم خدا شما را می شناسد چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید. چرا مایلی دوباره بردگان آن عقاید شوید روزها ماهها فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه میدارید میترسم تمام آن زحماتی را که تا کنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد ای برادران از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید مگر من مثل شما نشدم من نمیگویم که شما به من بدی کرده اید شما میدانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید برعکس طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را درآورده و به من میدادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که میخواهند این است که شما را از من جدا سازند، تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است نه فقط هنگامی که من با شما هستم ای فرزندان من بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات می گوید نمی شنوید. زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت. و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه می توان این طور بیان کرد. این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است. که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای فریاد کن و از شادمانی به صدا درای از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زایده شده بود فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار میداد و امروز نیز همین طور است اما کتاب مقدس چه میگوید میفرماید کنیز و پسرش را بیرون کن زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می باشیم. فصل پنجم آری، ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوق بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تاکید به شما میگویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد بار دیگر تاکید میکنم اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید و شما که می به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیکه مطلق که از راه ایمان حاصل می شود به سر میبریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست، آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمیتواند باشد فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هر که باشد به کیفر اعمال خود خواهد رسید و اما من ای برادران اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم پس چرا باز هم جفا می بینم اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد اکاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مسترب می سازن ختنه خود را کامل تر کرده خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران شما به آزادی خوانده شده اید ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارزای امیال جسمانی شما تبدیل گردد بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود همسایت را مانند خودت دوست بدار اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت مقصود من این است اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارزان نخواهید کرد زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان می انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند شما در قید شریعت نیستید اعمال طبیعت نفسانی آشکارن زنا، ناپاکی، هرزگی، پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیز جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها اکنون مانند گذشته به شما میگویم کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد محبت خوشی آرامش بردباری مهربانی خیرخواهی وفاداری فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با ها و امیال آن مسلوب کردند. اگر روح خدا منشه زندگی ماست، او هم باید حادی زندگی ما باشد. خود پسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم. فصل ششم ای برادران اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست خود را فریب می‌دهد هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود میتواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خی شریک سازند فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد مثلا اگر کسی بذر در کیتزار هوا و هوس خیش بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کیتزار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنن این است که تظاهر کنند و مخصوصا آنها نمی به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به نمیآورند آنها میخواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می‌کنند یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد دیگر هیچ کس مزاحم من نشود زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان میدهند من غلام مسیح هستم ای برادران فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد 阿弥。